درود بر زنان و مردان شجاع سرزمینم رهروان راه آزادی. به کیوسک خوش آمدید در این بسته یه خبری با موضوعاتی بسیار مهم در خدمت شما عزیزان هستیم کشته شدن چندین سپاهی در غرب کشور سپاه در فکر نظامی کردن جو کردستان است برگی از باغ فساد در جمهوری اسلامی عروس بازی در اوقاف قبل از مشروع این اخبار تصاویری ببینید از تبریک های تولد مردم ایران به فضل آدین زاده که در نبود خانواده دادخواهش برای زنده نگه داشتن یاد او سنگ تمام گذاشتند این شم و این گل برای مجید رضا رهنورد و ابوالفضل آدین زاده هستش زاد روزشون مبارک و به خانواده هاشون تبریک میگن برای این بزرگ مردانی که به این سرزمین تقدیم کردن همیشه یادتون تو قلب های ما هست و انتقامتون رو حتما خواهیم گرفت زن زندگی آزادی امروز تولد عبالفز آدین زاده است حکومت کسیف آخوندی پدر مادرش و خواهرش و اقوامش رو دستگیر کرده که بهش تولد نگیرن ولی بدونید که یه ایران پشتشه ما تنهاش نمیذاریم راهشون ادامه داره خانواده آدین زاده تنها نیستید ما هستیم پشتتون تولدت مبارک امروز تولد ابوالفضل آدین زاده است میخوام به خانواده آدین زاده بگم دیروز اگه میدونستم تجمع کردید خودم و میرسوندم تا از شما عزیزان حمایت کنم هرچی باشه شما به گردن ما حق دارید ولی متاسفانه اطلاع نداشتم پیج خواهر جاویدنامم عضو هستم ولی ندیدم خبری به هر حال ازتون میخوام منو ببخشید و قوی باشید. به موقعش همه همدیگر رو پیدا میکنیم. تولدت مبارک بزرگ مرد ایران. عبول فضل نازنین. تولدت مبارک شیر پسر. عبول فضل عزیز. خیال نکنیم ما خانوادت رو پنها گذاشتیم. ما نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. ما خیابون رو رهانه میکنیم. تا روز آزادی دامه میدیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم کشته شدن چندین سپاهی در غرب کشور سپاه در فکر نظامی کردن جو کردستان است در پی درگیری های روزهای گذشته در غرب کشور منابعی از کردستان خبر می دهند که سپاه تلفات سنگینی در این درگیری متحمل شده است بنا به گفته منابع مطلع دیروز درگیری شدیدی در منطقه کوسالان میان پژاک و سپاه رویداد که تعدادی از نیروهای سپاه از پای در آمدند و به خاطر اینکه خبر جایی درز نکند اجساد آنها را با بالگرد به کرمانشاه انتقال دادند همچنین این شاهد عینی گفته است چیزی که ما می بینیم سپاه توان درگیری را ندارد و فقط جنگلها را آتش میزند و فرار میکند منابع مستقل از شدت یافتن درگیری میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یگانهای مدافع شرق کردستان وابسته به حزب حیات آزاد کردستان پژاک در کوهستان کوسالان در مریوان خبر میدهند. طبق اطلاعات به دست آمده توسط ایران وایر شامگاه 26 خرداد 1402 در پی درگیری میان یرکه و سپاه پاسداران در ارتفاعات روستاهای در تفی و سردوش مریوان یکی از اعضای سپاه کشته و دو تن دیگر نیز به شدت مجروح شدند. روابط عمومی قرارگاه همزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران صبح 27 خرداد علاوه بر تایید این خبر هویت عضو کشته شده خود را رزگار تبیره از نیروهای بومی سپاه مریوان اعلام کرده است بر اساس گزارش رسانه های کرد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روز دوشنبه 22 خرداد با گسیل کردن یک کاروان نظامی به غرب استان کردستان، ارتفاعات کوهستان کوسالان مریبان را گلوله باران کرده و به گفته فرماندهان ارشد سپاه، این عملیات نظامی تا پاکسازی کامل منطقه شمال غرب از گروه های مسلح ضد انقلاب ادامه خواهد داشت. منطقه حفاظت شده کوهستان کوسالان از توابع مریوان مشرف به کوهستانهای سحب العبور اورامان چلچشمه و شاهو واقع در مناطق مرزی استانهای کردستان و کرمانشاه است و در ادامه خود به کوهستانهای سورین و شیلر در اقلیم کردستان عراق منتهی خواهند شد سپاه پاسداران ظرف یک هفته اخیر عمده حملات خود علیه یرکه شاخه نظامی پژاک را در کوهستان کوسالان مریوان متمرکز کرده است و این کوهستان را هدف حملات توبخانهای خود قرار داده است فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در اظهارات خود اگرچه هدف این عملیات نظامی را پاکسازی منطقه از حضور نیروهای وابسته به احزاب اپوزیسیون کرد عنوان کرده اند اما ساکنان روستاهای اطراف کوسالان بر اساس مشاهدات خود معتقدند که سپاه پاسداران اهدافی فراتر از پاکسازی منطقه کوسالان از نیروهای وابسته به احزاب اپوزیسیون کرد در سر دارد یکی از اهالی روستای دگاگا در دامنه کوهستان کوسالان که خود شاهد رفت و آمد نیروهای سپاه پاسداران و گسیل نیرو به کوسالان بوده درباره هدف این عملیات نظامی میگوید سپاه پاسداران در شش روز گذشته علاوه بر گسیل نیرو ادوات سنگین نظامی در نهایت خمپار باران و به کاتیوشا و توپ بستن ارتفاعات کوسالان و سوزاندن پوشش گیاهی این منطقه حفاظت شده از طریق بیلهای مکانیکی بولدوزر و لودر در حال ساخت جاده جدید به سوی بلندی های کوسالان است این منبع آگاه همچنین توضیح می‌دهد نیروهای سپاه اسمی از پژاک نمیبرند فقط میگویند هدف آنها از این حملات پاکسازی مناطق کوهستانی کوسالان از گروه های ضد انقلاب است اما به نظر میرسد هدف سپاه پاسداران از انتقال مداوم بلدوزر و بیل مکانیکی و لودر به ارتفاعات کوسالان و اعزام نیروهای جدید به مناطق تحت کنترل خود ایجاد یک سامانه جدید موشکی است نه ایجاد یک پایگاه نظامی عادی به گفته که این منبع مطلع در سالهای گذشته میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای پژاک در فواصل گوناگون درگیریهای مختصر و کوتاه روی داده اما تاکنون این نوع تمرکز نیرو و شدت عمل از سوی سپاه پاسداران مشاهده نشده است او همچنین در ادامه توضیح خود میگوید سپاه پاسداران در صورت تأسیس این سامانه موشکی به راحتی میتواند از کوهستان کوسالان مقر و پایگاه های نظامی احزاب کرد مخالف خود در مناطق عمقی خاک اقلیم کردستان را هم هدف قرار دهد جمهوری اسلامی پس از شروع اعتراضات 1401 که به کشته شدن ژینا یا محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد احزاب مخالف خود در اقلیم کردستان را به تحریک اعتراضات و استفاده از خاک این کشور علیه ایران متهم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز طی این مدت بارها اردوگاه های مرکزی این احزاب را در مناطق عمقی خاک اقلیم کردستان عراق هدف حملات هوایی موشکی قرار داده و از دولت عراق و اقلیم کردستان نیز خواسته است علاوه بر خلع سلاح پایگاه ها و مقررات این احزاب برچیده شوند. این منبع محلی در ادامه ضمن تأکید بر افزایش تحرکات نیروهای سپاه در منطقه کوسالان در روزهای اخیر به ایران وایر گفت غیر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران خدمه های توپخانه و نیروهای تدارکاتی بیش از 400 تن از نیروهای نظامی سپاه که عمده آنها جاش نام دارد و به جغرافیای منطقه مسلط هستند در این عملیات شرکت دارند جاش اصطلاحا به مزدوران حکومتی به زبان کردی اطلاق می شود. این منبع محلی همچنین با اشاره به شدت آتش عملات توپخانه سپاه پاسداران در ارتفاعات کوسالان و آسیب دیدن جدی طبیعت و پوشش گیاهی این منطقه بکر حفاظت شده به خاطر حملات متعدد سپاه پاسداران گفت اغلب ساکنان روستاهای اطراف کوسالان احساس می کنند که یکی دیگر از اهداف جدی سپاه پاسداران مجبور کردن آنها به کوچ اجباری و تخلیه این منطقه است او همچنین در این رابطه اضافه کرد سپاه پاسداران در راستای هدف شوم کوچاندن اجباری ساکنان روستاهای اطراف کوسالان به عمد چراگاه های منطقه از جمله چراگاه روستاهای دل، دل مرز، دگاگا، کانی حسین بگ و جولاندی را هدف آتشبار سنگین توپخانه خود قرار داده و آسیب های جدی به کسب و کار ساکنان این روستاها زده است که اغلب به شغل دامداری، زنبورداری و باغداری مشغول هستند. برگی از باغ فساد در جمهوری اسلامی عروسبازی در اوقاف وحید اشدری حزب اللهی پیشین و از ریزشی های اخیر قطار انقلاب اسلامی به تازگی دست به افشاگری مهمی درباره فساد سیستماتیک در رژیم فاسد آخوندی زده است او در رشته توییتی این گونه دست به افشاگری زده است اخیرا مطلع شدم در قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چندصد هکتاری استان متعلق به حسینیه امینی ها را تقریبا به صورت رایگان به یک دختر خانم متولد 69 واگذار کردند کنجکاو شدم ببینم ایشان آقازاده کدام یک از مسئولین است از نتیجه جستجو بهت زده شدم به خاطر احکام دادگاه و حجم پرونده هایی که دارم تصمیم گرفتم چند خطی با مستندات و مدارک بنویسم و به هر جایی که دستم می رسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد. متاسفانه ماهها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد حدس میزدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد برای اتمام حجت با خودم بود لاجرم این چند خط را اینجا می نویسم الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیرزمین در هاشیهی ترین نقاط شهر نمی توانند اجاره کنند ولی یک موقوفه 150 هکتاری و یک دامداری هزار رأسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کردند این موقوفه عظیم متعلق به حسینیه امینی هاست که یکی از دیدنی ترین نقاط قزوین است اسم و مشخصات خانم چایچیان را سرچ کردم از نامبرده اطلاعات خاصی وجود نداشت یکی دو تا شرکت در روزنامه رسمی یکی دو تا تلفن در برخی مدارک که کسی پاسخگویش نبود و یک آدرس در محله اوزگل تهران. اینکه 150 هکتار زمین با یک دامداری هزار رسی در روز روشن با ماهی یک میلیون تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشد به کنار اینکه در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف را قید کنند دیگر خیلی اعتماد به نفس میخواهد. اسامی فرزندان آقای خاموشی را البته یکی دو جا دیده بودم مشخصات خانم مونا چایچیان در روزنامه رسمی را از دوستانی که با خانواده آقای خاموشی در تعاملند جویا شدم و متوجه شدم متاسفانه ایشان عروس رئیس سازمان اوقاف کشور است باورم نشد این ماجرای عروس آقای خاموشی وجه نمادین قابل تعملی دارد پیشتر که هفته یک خبر از بازداشت مدیران اوقاف آمد، چند مرتبه نوشتم این دستگیری ها اهمیت ندارد اوقاف بدون هرگونه نظارت و بازرسی رسما تبدیل به حیات خلوت فساد در کشور شده است و باید در مورد آن ساختار حرف زد فساد در جمهوری اسلامی یدی طولانی دارد نظامی که از ابتدای به روی کار آمدنش شروع به قلع و قمع متخصصان و دلسوزان وطن کرد و با جایگزینی نیروهای حزب اللهی و بیسواد به جای آنها کشور را در آستانه انواع فجایع قرار داد. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از کیوسکی رسیدیم. یادتون باشه که دیدگاه شما در ارتباط با اخبار روز الهام بخش تیم تحریری کیوسکه با نوشتن نظر خودتون در قسمت کامنت ها و همچنین لایک کردن این ویدیو کمک رسان تیم خبری ما باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران